فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده گفتن که 16 15 سال پیش وسایل مردم رو بدون اجازه میگرفتم و میفروختم. الان توبه کردم و خیلی از مردم رو نمیشناسم. چه کار کنم؟ الله متعال توبه ایشون رو قبول بکند و از گذشته ایشون الله متعال صرف نظر بکند و ایشون رو مغفرت بکند و در آینده به ایشون توفیق بدهد که انشالله پایبند باشند. حکم شرعی در چنین موارد این است، اولا در مرحله اول این همون چیزی را که شما برداشتید از خونه یک کسی بردید، اگر این اون چیز وجود دارد اون رو به خونهش برگردانید. این درجه اول هست. اگر اینش را ندارید، نمونه اش را، مشابهش را برگردانید. مشابه اون چیز را، یعنی یک جنس دیگری را که شبیه به اون هست و عین اون نیست، منتها یک در واقع اگر یک فرض کنید یک لیوانی بوده، یک لیوانی مثلا ببرید به خونه اون بدهید. اگر می توانید اون میشناسید، اگر که عین اون جنس نیست، یک نحوی این پول را به اون بازگردانید یا به فرزندش مثلا بدهید یا مثلا تو خونهش بیندازید، به هر صورتی که برای شما میسر هست. این در مرحله دو. در مرحله سوم این که فرزند یک فردی مال یک مسلمانی را بدون اجازه برداشته از خونهش برده، الان اون فرد را هم نمیشناسد که کجا رفته، یا اینکه اساسا از دنیا رفته باشد، در این زمینه حکم شرعی این است که ایشون باید سعی بکنن به اندازه ارزش اون مالی که برداشتن، به اندازه اون ارزش مال باید صدقه بکنن به نام همون صاحب منزل. اینو بین خودش و بین الله متعال اینو در واقع نیت بکند که پروردگارا، من از خونه فلانی فلان کالا را وسیله را برداشته بودم، الان فوت کرده نیست، من نمیدونم خونه مال کی بوده، کجا بوده، اصلا مستاجر بوده رفته، من دسترسی بهش ندارم، اون مال را که اون مبلغش باشه، قیمت اون کالا رو شما صدقه بدید در راه الله متعال، که الله متعال اینو به حساب اون در واقع می‌نویسد. در روز قیامت از دو حالت یکی برای شما باقی میماند. اگر اون صاحب مال قبول بکند، اگر قبول بکند اون صدقه را، خب شما به حساب میشوید. اگر قبول نکند، از نیکی های شما به طور مثال بردارن، این صدقه به عنوان نیکی برای خود شما در واقع باقی میماند، شما در واقع تسویه حساب میشوید در روز قیامت. و این راه بازگرداندن اموال مسروقه هست که در واقع انسان بدون اجازه برداشته و صاحبش را نمیداند. مقدار همون مال را صدقه بکند به نیت صاحب مال.